اگه من نخوام بیام چی کار میکنی؟ شروع میکنم به پش کردن در گوش هم. بگو میخوایم از هم جداشیم؟ وسط عروسی حرف جدایی بزنم؟ این با این سرما میپره؟ با اون کلیره هواپیما فنیش هم اوکیه. از تهرون که برگردیم همه چی تموم میشه. اینا رو باید با گاو صندوق این برام ببریم. من کارم اینه قربان، زرگر هستم. با همین کیف میبرم تهران. باید صورت جلسه بشه. این سرشیره. این امانت دست شما. وقتی پیاده شدم ازتون میگیرم. خیلی من امنیتی هستی؟ نه پدر جان، کاسبم. تو کار پخش تخم مرغم. تخم مرغ فروشی؟ نگران نباشی، چیزی نیست. احتمالاً چای هواییه. مسافرین محترم، ما به سمت فرودگاه اصفهان تغییر مسیر میدیم و انشالله تا دقایقی دیگر در اصفهان خواهیم. پرواز 276. ما موقعیت شما رو رادار نداریم. موقعیتون رو گزارش بدید. من باند رو نمی‌بینم. احتمالاً مجبوریم استرالی فرود بیاریم. روشن شدن موقعیت خواهش میکنم هیچ حرکتی نکنیم. معلوم نیست کمک کی میرسه و تا کی باید این تو بمونیم، اما اگر بفهمیم کجاییم شاید بتونیم یه کاری بکنیم. قسمت 20. داریم یه فهرست درست میکنیم از اسامی مسافرین. شما آقای مرتاد خاقانی. سرکار خانومه سرعی خاقانی. هر دو خاقانی نسبتی دارید با هم؟ ما با هم زن و شوهر هستیم. هر دو خاقانی؟ حال خودت رو سرعی ها سرعی ها ارجمندی. خانم سرعی ها ارجمندی. متشکرم. من مسئول سلامت جان مسافرام هستم. میدونم کاپیتان، شما کار بزرگی انجام دادید. ما رو سلامت نشوند روی زمین. دست درد نکنه. ولی باید بفهمیم خارج از هواپیما چه اتفاقی افتاده یا نه. ممکنه در دیگه بسته نشه. باز بودن در هواپیما خطرناکه. شاید حیوانای وحشی اطراف باشن. چه میدونم؟ شاید سارقین بهمون حمله کنن. بله، هوا شناس، من تمام ملاحظات شما رو درک میکنم. و مسئولیت همه چیز رو به گردن میگیرم. کاظمی حاضر شده به تنهایی بره بیرون یه بازرسی انجام بده. باید ببینیم هواپیما در چه وضعیه. شاید بتونیم قبل از هر اتفاقی مسافرها رو تخلیه کنیم. نجاتشون بدیم. الان وقت این کار رو نیست. باز کنم. هزار بار دیدم تا حالا. برای من تازه فهمیدم یعنی چی. ببین. هست. حالا نیست. این کارو بابا من یاد داد. با یه پنجزاری. من 10 سالم بود. نغمه 2 سال کوچیکتر. سارا 6 سال کوچیکتر از من. سه ماه بعدش خودش رفت. شد نیست. مادرم نذاش آب تو دلم تکون بخوره. تو عالم بچگی یه مدتی گریه کردیم. بعدش هم دم. ولی من با این کار خیلی جاها خود نمایی کردم. یکیش با خودتو تو کتابخونه دانشگاه یادته؟ ولی تازه الان میفهمم معنیش چیه.
که الان هست یه لحظه بعد میشه که نیست باشه. مثل عروسی فردا شب که میشد بشه عزای فردا شب. یا مثل سریا ارجمندی که میشد هیچ وقت سریای خاقانی نشه. ولی من اینجوری نمیخوام. سریا، من میخوام برای همیشه با من بمونی. گفتم الان وقت این حرفا نیست. پس کی وقتشه؟ ها؟ کی وقتشه؟ میشد الان هر دومون مرده باشی. خدا نخواست که بمیری. چی شده؟ من نمیبینم. مامان چی شده؟ من اینجا رو نمیبینم. آرد اینجا مامان بشین طرفم، بشین من رسیدگی میکنم. ببینید ممکنه وضع هر لحظه از اینم بدتر بشه. فکر میکنم حق با تو باشه باران. برو هر کاری لازمه انجام بده. ممنونم کاپیتان، بی خبرتون نمیذارم. میخوام ببینم تو. من کور شد، کور شد. من هنوز ندیدم ات. من هنوز خوب ندیدم ات مامان. آرتین جا مامان ببین پسر خوب، ما باید کمک کنیم آروم بشه. چی رو آروم بشه؟ من پسرشم، از اون سر دنیا اومدم ببینمش. چی میگی شما؟ چیزی نمیگم، فقط میخوام کمکتون کنم. آخو من کمک نمیخوام. باش برو به شما دارد، اما اول باید خود دارون بشین. اون میگه نمیتونه ببینه، میگه کور شده. پس تو باید آرومش کنی با ناراحتی و گریه زاری کردن. فقط به ترس اون از ندیدن اضافه میکنی. آروم باش، ما همه اینجا هستیم، بهت کمک میکنیم. ببخشید. بله؟ من پزشکم، شاید بتونم بهشون کمک کنم. حتما، بفهم. بفرمایید، من در خدمتم. از کجا نمعلوم این کوری فیلم نباشه؟ چرا باید فیلم باشه؟ توی این هواپیما یه سامسون پر از طلاست. شما از کجا میدونید که یک کیف سامسونی پر از طلا توی این هواپیما است؟ مال منه. من خدا خدا میکنم که اون مادر واقعا کور نشده باشه و دوباره بتونه بچهشو ببینه. بچه‌م بعید میدونم که اون بدونه تو کیف شما چی هست و نیست. به هر حال بهتر شما اینو با خودت ببری. برادر من، دوست عزیز، شما خدا رو شکر کن که به سلامت نشستی. بچه‌م واگذارش کن به خدا، خودش حواسش هست. اینجا هم جاش از همه جا بهتره. به هر حال من باید به شما میگفتم. خیلی ممنون، دستت درد نکنه. کاظمی، من با کاپیتان هماهنگ کردم. میتونیم بریم بیرون یه نگاهی بندازیم. البته باید بذاریم اوضاع کمی آروم‌تر باشه. من خودم میرم بیرون یه نگاهی میندازم. مثل اینکه مسافر داوطلب من بودم. اینجا همه مسافرها به تو اعتماد دارن. حرف تو رو گوش میکنن. صادق جان، من میرم. الان چیزی حس میکنی؟ این یکی چشمت چی؟ هیچی؟ چند دقیقه به مادر تنهات میذارم، مواظبش باش. مردمه که هر دو چشمش به نور واکنش نشون داد. اگه خدا خواست تو از این وضعیت نجات پیدا کردیم، حتما باید دکترهای روانشناس و اعصاب معاینش کنن.
تشخیص خود من اینه که دچار کوری هیستریک شده، یعنی یه جور واکنش عصبی به شوک اتفاقی که برامون افتاده. اگه این درست باشه با کمک به خودش و کمک اطرافیاش بیناییش برمیگرده. چقدر طول میکشه؟ تو بعضی موارد 3 ماه تا 1 سال. از من کمکی برمیاد؟ کمک فکر میکنم بهتر شما به مسافرها اطلاع بدید، از نگرانیشون کم میشه. لا آرتین جان، ماما یادت بچه بودی شعر رو برات میخوندم؟ آره یادمه. لا به لطف خدا ما هممون از این پرواز سخت سالم بیرون میریم. خانم ژاکلین به خاطر حادثه ای که داشتیم دچار شوک عصبی شدن که خانم دکتر گفتن که حتما مشکلشون برطرف میشه. محمد تو چته؟ چشمت که تو میبینی که؟ آره بابا میبینم، 100 تا صلوات واسش نذر کردم، هی میگه حضور نکن دیگه، انشالله که نذرت قبول بشه. فاضل میری پایین، مواظب خودت باش، اگر لازم شد تیراندازی بکنی حتما این کارو بکن. تو که جلو میرم گزارش میدم. خوبه، مواظب خودت باشی. یا نشتی بنزین نداریم. خوبه، الهی شد، خوشحالم. برو جلوتر. چی شد کاظمی؟ چی تا سالون رفتن تو که؟ بیشتر مراقب خودت باش. به این غلیظی تو عمرم ندیده بودم. پس حسابی مواظب باش، خطرناکه. بال خوابیده تو گل. سیجه حله. کاپیتان بگو سیجه حله. او هواپیما حسابی خوابیده رو زمین. قاسمی! من دارم هواپیما رو دور میزنم، میام سمت شما. قاسمی! کنم رفت پشت هواپیما. یه صدا اونو نمیشنوه. آنتم بده لعنتی، آنتم. الو الو، کاظمی هستم، امین کاظمی، از بچه های امنیت پرواز. از بچه های امنیت؟ کاظمی؟ صادق و امین تو هواپیما هستن. صادق سرتیمه. پرواز اون نبوده البته. سرتیم نتونسته بیاد. صادق رزفو جای اون رفت. اما این سه تا فنگدار هر کدومشون اگه یه جایی باشن اونجا باید یه جوری عملیات بشه. خیالم راحته که بچه‌ها تو هواپیما هستن. میدونم همتون شب سختی رو گذروندید. اما من با خبرای خوبی اومدم. از داخل هواپیما تماس داشتیم. به لطف خدا همه مسافرا سالم هستن. تمام نیروهای هلال احمر، نیروهای انتظامی، بسیج و سپاه برای جستجوی عزیزان شما تلاش میکنند. به نظر ما هم اطراف فرودگاه هستی، ولی یه آرزه جغرافیایی، یه کوهی، یه تپه‌ای، یه تابلوی. خیلی غلیظه، هیچی دیده نمیشه. جستجو در حال عملیات هستم. اگه میتونی یکی دوتا تیر شلیک کنی من به فرودگاه جایگزین بگم. تو هواپیما منور داریم دیگه بهتر.
جلی کن منفرتو. تا اونجا که ما فهمیدیم ما باید الان جنوب غربی فرودگاه اصفهان باشیم. تو همین خیلی خوب کردن. ما به اصفهان خبر میدیم. همین مسیر رو که شما گفتیم بهشون اعلام میکنیم. خوبه؟ هرچی به صبح نزدیکتر بشیم هوا سردتر میشه. در هواپیما رو باید ببندیم. خیلی خوب. یه کار کوچولوی دیگه مونده. اون کارم انجام بدم درم نیبند. نگاهتون با آسمون باشه تا بگم بزنن. زدی یا نزدی؟ چیزی میبینید؟ به خاطر مه غلیظیه که اینجاست. دو تا تیر شلیک کن با فاصله. امین تو انگوش بخوابون ببین صدای تیرها رو میشنوی؟ بزن. صدایی نشنیدم. ما با فاصله ایمنی از هواپیما آتیش روشن میکنیم. شاید دیده بشه. خیلی عزم ها میتونم خواهش کنم تشریف ببرین عقب بشینید؟ بله حتما. بفهم شما هم لطفا بفهمین عقب بشین. بله من خواهش کنم. همین دوره دیشتر اولو. بله من از همینجا شروع کنم. چشم. مامان بیرون نگاه آتیش. آتیش درست کردم ما رو پیدا کنم. چیه؟ چرا کشید میدی بالای سر ما پهله بود؟ شرم نه ببخشید. دلم نمیاد بیدارتون کنم. نه من که خواب نبودم. حاجی خوش خواب. یه امانتی به من سپرده بودی. بله بله اون بانکه سرشیره میدی. بله. اومدم با عزتون ازتون قرض بگیرم. چرا مادر برای چه کار میخوای قرض بگیری؟ واسه خورده. قابل نداره. شی میخوای پسش بدی؟ شله همچین که رسیم تهران. فکر کردی زنگه اون سرشیر تو تهران پیدا میشه پهلوان؟ اون که پیدا نمیشه حاجی. با عزتون. خواهش میکنم. چرا گفتی بابا بد بود؟ گوی بیر اشاخلارن یسین. یدیلر. این هم از ما. آره. شما برو. ممنون. بفهم صد کیلو گل بهم چسبیده. خسته نباشید. برو خود تمیز کن که یه فکری بکن. من به کاپیتان میگم که سیجی بردم. الحمدلله تعادل هواپیما برقرار. خیالتون راحت باشه. سلامتی پهلوان سلامت. چشیدید ببین تمام تفلک تمام گل شده نگاه کن. تا حالا گلبازی کردی؟ نه. خیلی کیف میده. مثل خمیربازی میمونه. ناز میگه نمی خمیربازی. خمیربازی کردم. فیلم ساختم با سوسمار. آفرین. هواپیما چی؟ هواپیما درست نکردی؟ نه. هواپیمای خمیری که نمیتونه پرواز کنه. اگه سوسمار خمیری میتونه شنا کنه؟ نمیدونم.
عمو پیدا شدیم؟ اگه گم شده بودیم که پیدا بشیم. نه عزیزم، ما قایم شدیم تا پیدامون نکنن، اما اون از ما زرنگترن، حتما پیدامون میکنن. من زرنگترم، میرم زیر این پتو تا نتونم پیدامون کنم. کجا رفت این دختر گل؟ بگردیم پیداش کنیم. کجایی؟ ببینمه. خسته نباشید. خسته نباشید. گل کاش. علی یاره. خسته نباشی آقا. دیدن که واقعا که دیر داری تو بار فروشه. آقا گلی هم آجا. بهش بده صورت چو خوش کنه. تمیز ماده. بفرمی عیال داده. بله. بعد وضوع دست صورتمو باش خوش میکنم. بگیر گلای صورتتو پاک کن. والا تمیزه. ممنون ماده. ممنونم. خوابی مرتاز؟ نه بیدارم. تا حالا اینقدر از دکتر بودن خودم خوشحال نبودم. مسافرها وقتی فهمیدن تو دکتری انگار دردشون خوب شد، مثل ماشین که تعمیر کار میبینه ای باش درست میشه. چرا آدم ها گرایی رو که میشه با دست باز کرد میخوام با دندون باز کنن؟ کدوم گره؟ مثلا همین گرهی که تو زندگی ما افتاده بود. افتاده بود؟ تو هم حالا وسط دعوانه اختنین نکن. آره بود. داشتم فکر میکردم این به قول تو گره 2 ساله که تو زندگی ما افتاده. از اون گره های کورم بودا. گره ها کور نیستن، ما آدم ها کوریم انگار. 2 ساله که داریم دست دست میکنیم، یه مدت به خاطر طرح تو، بعد من گفتم به خاطر فامیلا، حرف همکار تو اداره، چون دونم مردم بفهمن چی میگن. تو خانواده ما طلاق رسم نیست. تو خانواده ما رسمه؟ گفتم دیگه، تو هم گفتی. گفتیم با همین حرفا گره رو هی کورترش کردیم، ولی یه بار نشستیم بگیم به خاطر خودمون، به خاطر همدیگه، به خاطر عشقمون، زندگیمون با هم بمونیم، از هم جدا نشیم. به خاطر هم دیگه. خانم دکتر، خانم دکتر، مامانم حالش خوب نیست، تو خدا بیاین ببینینش. حالش خوبه مامان؟ گفتم خانم دکتر میاد. چی شده؟ جایی درد میکنه؟ سابقه بیماری خاصی داره؟ خوبم خانم دکتر. دختری بی خودش شلوغش. بابا نمیگه بروی خودش نمیاره. هر وقت چیزی به دندونش میگیره من میفهمم خیلی درد داره. من میتونم دیگه. خانم دکتر عوض میکنم، ایشون دیسکش نداره. شما چی کاره هستی؟ دکتری؟ آشپزی؟ روانشناسی؟ کدومشی؟ همه کاره. هیچ کاره. همچین بفهمی نفهمی از هر چیزی اینقدر سر در میارم که بتونم اینجور مواقع به شما کمک کنم. پس لطفاً دو تا بالش بر من بیار. چشم. چشم. مسکن خوردی؟ اصلا داری مسکن؟ آره بابا همیشه داره. خوردم خانم دکتر، خوردم. ساعت 3:30 صبح آتش داره آروم آروم خاموش میشه، اما هنوز پیداشون نشده. تو این تاریکی با این هوای مهالود پیدا کردن ما مثل پیدا کردن یه سوزن تو انبار کاهه. سوزن؟ این سوزن پیدا میشه،
شما خودت امشب یه کار غیر ممکن کردی کاپیتان. همه فکر میکنن خلبانی یه مهارت، ولی همیشه یه کابوس با یه خلبان هست. کابوس سقوط. سالم رسوندن مسافرا برای یه خلبان همه چیزه. خوشحالم که همه سالمه. خدا رو شکر میکنم. خدایا شکر. ما هم خدا رو شکر میکنیم. ما هم خوشحالیم. کاپیتان. طبق آخرین محاسبات حدس ما اینه که خلبان هواپیما رو بین این نقطه و این نقطه فرود آورده باشه. خیلی ممنون، متشکر، خسته نباشید. کل واحد ها و تیم های تجسس منطقه شمال و شرق رو متوقف کنید. همه متمرکز بشید روی جنوب. حدس ما و خلبان اینه که هواپیما یه جایی در منطقه جنوب یا جنوب غربی فرودگاه روی زمین نشسته. چهار سالش بود که پدرش اونو با خودش برد. دیگه ندیدنش. همه جای دنیا دنبالش گشتم، آدم فرستادم، اما پیداش نکرد تا اینکه خودش پیدام کرد. بالاخره بعد از 22 سال اومد ایران پیش مادرش، اما حالا نمیتونم ببینمش. خوشحال باش که خودش اومده پیدات کرده. تو سخت‌ترین لحظه زندگی هر دوتون کنار همین، کنار بچت. کنار کسی که دوستش داری. میتونی دوباره ببینیش. من دیگه دلم طاقت نداره. نمیتونم بیشتر از این صبر کنم. اگه قرار بود پیدامون کنن تا الان پیدامون کرده بودن. من میرم یه نگاهی بندازم. لازم نیست تو بری. تو بمون استراحت کن، هوا اینجرم داشته باش. من میرم. شاید ایشان وقت بردم به گشتی ها. اوه اوه هنوزم همون مهغلیزه است. صادق جان. جونم. مراقب باش یه وقت اتوی شلوارت خراب نشه. نگران اتوی شلوار من نباش. من همینجوری میرم با این کفشای باکس خوردم برمیگردم. بفرمایید. یا. میگم یه وقت خبری شد یه هوایی شلیک کن. حتما. برو سلام. که منم مثل شما کفشامو در می آوردم. یه لنگه کفشم تو گلا جا موند. منم به خاطر همین اینا رو انداختم اونجا دیگه. آقا چه؟ میشنوید؟ چی رو؟ یه صدایی میاد. گوش کنید. اینجور وقت آدم صداهایی رو که دوست داره میشنوید. چی بگم؟ شاید حق با شما باشه. ببی زاره سالا نیست تو بیشتر از این از هواپیما دور شی.
باشو برو، من خودم میرم. شما چطوری میخواید برگردید آقا؟ بو میکشم، نگران من نباش، من گرگ بارو میدم. باشو هر جو شما سلام میدونید. من رفتم. یالی آخ، یه رنگ کفش موازه به خودت باش. بهم نمیاد؟ کجایید بابا؟ از ده دیشب داریم دنبالتون میگردیم. عزیز دل، ما که جامون ثابته، شما کجا بودید؟ خسته نباشید. صحابه ما همینش مونده. نه، برگشت گوشتیم لای پنبه. خوش اومدی، بفرما. بگو یاسر، تازه چه خبر؟ من تو هواپیما. شون برو اول پیر مردا، خب حسنا، بعدش هم خانوما، بعدش هم آقایون و گروه پروازی. با خانم زاکری هم آهنگ کردن. خیلی خوب، میری فرودگاه یه برشون ترمینال جدا، سعی کن هیچ کس باشون مصاحبه نکنه، فهمیدی؟ باشه، خیال راحت. زاکری هم آهنگ کن، برو یادی. باشه.
مادرت خیلی دوستت داره. منم خیلی دوستش دارم. بذار من برات پاک کنم. چی کار میکنی پسر؟ گلی میشی؟ بذار منم برای تو یه کاری کرده باشم. تو برو مراقب مادرت باش. هیچ وقت اون قیافه گلی تو از یادم نمیبره. این فیلم بر اساس اسناد و رویدادهای واقعی ساخته شده است. برخی اسامی و تاریخ تغییر کرده است. راستی، به خانم دکتر همته که چیزی نگفتی؟ هنوز نه، تا جواب آزمایشه. موضعی بودم که دید داشتم، مهاجم رو میدیدم، یعنی با دیدی که من داشتم میتونستم بزنم تو مچ دستش یا توی گلوش. چرا نزد؟